مردم میبود ایران دارن میان توی محله افغانستانی نشین که اون قاتل این جوان که افغانستانی بوده رو پیدا کنن به قصاص برسونش. یکی صندلی رو بلند کرد، صندلی زیر پای امام جمعه رو یکی بلند کرد از سر امام جمعه. قتل دو جوان ایرانی توسط دو مهاجر افغانستانی. او مای گاد. هی واتس اپ، من از PXP پای خیلی خوش آمدید به چنل یوتیوب لالا پاشاتون. اینجا مدیه اتحاد تمامی فارسیمان های دنیا هست، هر کجا مرز کشن بیده پل بزنیم، حرف از تهران، سمرقند، کابل و دوشنبه بزنیم. بچه در خبری که این روزا خیلی سر و صدا ایجاد کرده در شهر میبد یزد ایران، که مثل ای که توی درگیری دو جوان افغانستانی دو جوان ایرانی را در یک درگیری زدن و کشتن و از این داستان ها. حالا بریم یه سری ویدیوهایی که از این قضیه اومده بیرون با هم دیگه ببینیم و بررسیش کنیم. قبل اینکه ویدیو رو ببینیم لطفا کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم روشن کنید، ویدیو رو هم لایک و کامنت کنید، آیدی اینستاگرام هم بالا میاد اونجا هم حتما منو فالو کنید. بریم ویدیو جذاب با هم دیگه ببینیم. Are you ready؟ خب بچه‌ها، اینه جوان ایرانی که به قتل رسیده، آقای امیررضا آقایی است، خدا رحمتش کنه، واقعا تسلیت میگم به خانواده این جوان. حالا قبل اینکه ویدیو رو ببینیم خب بچه ها، این جوانی که به قتل رسیده ایرانی، امیررضا آقایی است، خدا رحمتش کنه، واقعا تسلیت میگم به خانواده این جوان، خدا بهشون صبر بده. حالا قبل اینکه ویدیوهای مربوطه رو ببینیم، بریم ببینیم اصلا داستانش از چه قرار بوده. خب کشته شدن یک جوان در نزاع خیابون در میبد در ایران باعث تجمع اعتراضی فلان 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 فلان. حالا از چه اتفاقی افتاد؟ پنجشنبه نبود در درگیری در خیابان خرمشهر یک جوان یزدی به نام با چاقو کشته و یک نفر دیگه به نام رحیمی در بیمارستان بستری شد. او گفت که دو متهم شناساشی، متهم اصلی در یکی از محله‌های شهر یزد مخفی شده. واکنش مردم هم بچه هم مثل ای که ریختن توی نماز جماعت جمعه، امام جمعه رو تا میخورده کتک زدن. اون ویدیوش هم هست، حالا اون ویدیو هم میریم میبینیم. خب حالا بریم ویدیو رو ببینیم فعلا که چیز خاصی اینجا ما ندیدیم. خب بریم ویدیو رو ببینیم. گوش ویدیو. خب این ای خدا، همه جا تبلیغ. اومد بچه ها، اینه. بچه ها ایجا مثل ای که داستان ای قراره. بعد از منتشر شدن این خبر، مردم شهر میبد میرن حمله میکنن به محله افغانستانی نشین ها. بعد نیروی انتظامی شهر میبد میاد برای دفاع از افغانستانی عزیز تو اون محله و مردم. حالا اقدامش بعدم بگم. همینشور دارن میدون میان. حالا این مردم میبد ایران دارن میان توی محله افغانستانی نشین که اون قاتل این جوان که افغانستانی بوده رو پیدا کنن به قصاص برسونش. نقشهشون چی بوده واقعا؟ بعد بچه داستان این قرار بوده، نیرو انتظامی، موتور سواره نیرو انتظامی برای حفاظت از مردم افغانستان میاد تو این محله و جوانان میبد که اینقدر دیگه خون به مغزشون نمیریزه عصبانی بودن، موتورسیکلتای نیرو انتظامی شهر میبد هم به آتیش میکشن. او مای گاد. چه شد؟ وا ویلا. داستانی بوده پس بچه ها، مثل که خیلی ریشه
کرده بوده این قضیه، مثل که خیلی سر صدا ایجاد کرده. حالا بریم ویدیویی که مردم میبود میگیرن، امام جمعه شهر میبود میگیرن زیر نوار. اینجا او او یکی صندلی رو بلند کرد، صندلی زیر پای امام جمعه رو یکی بلند کرد سر امام جمعه. مردم جالبی داریم، صندلی زیر پای امام جمعه رو برداشته. مثل که بچه و مردم واقعا کفری شده. حالا نمیدونم ریشه قضیه به چی برمیگرده، قضیه بگون بگو چی بوده، مقصر اصلی ایرانی بوده یا افغانستانی بوده، نمیدونم. حالا ما نمیخوایم ایمانمون نمیخوایم بسوزیم، این بگیم این مقصره، بگیم اون مقصره. او مای گاد، حالا ببینیم چی نشه. در پی درگیری پنجشنبه شب در میبود ته نماز جمعه شهر میبود، یه معترضان به امام جمعه مزدور و فرمانده این شهر حمله کردن و میگن قاتل مثل اینکه بچه بازداشت شده، اون کسی که جوانو کشته. حالا بریم کامنت های چند تا مردم خود. این همه زر زدی و نگفتی جریان چی بود، خوب کاری کردن مردم شهر. خدا رو شکر انقلاب مردم خسته شدن شما دست مریض. خب بچه ها این بود از این قضیه. حالا کسایی که اطلاع دقیق دارن از این درگیری بگن داستانش از چه قرار بوده. من نمیخوام هیچ کدوم از دو طرفین رو بگم مقصره، نمیخوام واقعا ایمانم رو توی قضیه بسوزونم. اگر اطلاعاتی شما دارین حتما به ما بگید که به بار اطلاعاتی ما افزوش. اگر این ویدیو خوشتون اومد لطفا کانال من سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم روشن کنید، ویدیو رو هم لایک و کامنت کنید، آیدی اینستاگرامم بالا میاد اونجا حتما منو فالو کنید. من از دیگه زیباتون بسیار دوستتون دارم. کچیو لیتر.